محمدی تحلیلگر سیاسی با ما همراه میشن از اینجای برنامه. آقای محمدی، همینطوری که دیدید در تصاویر و حتما میدونید، معترضان و تقریبا تمام زنان در اعتراضات روسری ها رو برداشتن ابتدا، بعدم شروع کردن به آتش زدن این نماد اصلی جمهوری اسلامی. آیا میشه اونا رو به عقب برگردوند، این زنان رو، این حرکت رو؟ با درود به شما، خدمت شما عرض بکنم که اون چیزی که همیشه جمهوری اسلامی سعی کرده که دنبال بکنه دو مدل سرکوب نرم و سرکوب سخت بوده. سرکوب نرم به شکلی بوده که همیشه سعی کرده که عملیات رو به نوعی از مردم ایران بگیره، به شکل‌های مختلف بیاد در واقع دشمن سازی ها. حالا جالبه که تو جامعه‌ای که شما به صورت زن ستیزی در واقع همیشه باب بوده و همیشه به عنوان یکی از معیارها بوده، این به عنوان یکی از نقاط بسیار کلیدی بوده برای جمهوری اسلامی و نقطه ای رو که الان در واقع هدف گرفته شده، نقطه ای است که بیشترین فشارها رو همیشه جمهوری اسلامی آورده و سعی کرده که سیستم سرکوب نرم و سرکوب سخت خودش رو همیشه تحمیل بکنه به این بخش. عقب روندن جامعه و عقب رفتن جامعه به این راحتی ها نیست، بخاطر اینکه ما میبینیم که مردم بسیار هوشمندن. مردم با اینکه ما شاهد هیچ گونه هدی برای این در واقع اعتراضات نیستیم عملاً و بسیار خودجوشه، اما فاصله‌ای که بین اعتراضات در واقع کم شده در طول این سالها، نوع در واقع نقطه‌ای که مردم به شکلی روش تمرکز میکنن هی هوشمندانه‌تر و هی کلیدی‌تر میشه و این نشون میده که جامعه ایران قرار نیست به عقب بره. منتها تنها چیزی که فقط نگران کننده هست اینه که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی از ابتدا خودشو برای هر نوع جنایتی آماده کرده، از مدل برخوردی که در واقع در صورت میگیره و در واقع به نوعی حمایت هایی که مردم دارن هم با هم دیگه میکنن، این نشون از این داره که جمهوری اسلامی هم اولا الان گیجه و ترسیده، ولی متاسفانه تو طبق روال گذشته بسیار نگران کننده خواهد بود مبنی بر اینکه دست به سرکوب خیلی سخت بزنه و امیدوارم که در واقع مردم هوای همدیگر رو داشته باشن و سعی کنن که کمتر بهانه دست جمهوری اسلامی تا اینجا به جای محمدی دیدیم که خب مردم تقریبا برنده این مقابله بودند و نیروهای سرکوبگر نتونستن اونها رو متوقف کنن. همین امروز هم دانشگاه ها شلوغه، اینطور که ادامه پیدا بکنه و با توجه به اینکه شما گفتید مردم قرار نیست عقب برگردن، جمهوری اسلامی چی؟ حاضره به خاطر نجات خودش عقب نشینی کنه و آیا با این کار نجات پیدا میکنه؟ ببینید، زمانی میتونه عقب نشینی بکنه که بتونه مطالبات مردم پاسخ بده، زمانی میتونه عقب نشینی بکنه که مشکلات اقتصادی حل بکنه، زمانی میتونه عقب نشینی بکنه که به اقلیت جنسی بپردازه، زمانی میتونه عقب نشینی بکنه که این غیرت سازی هایی که همیشه دنبال کرده رو در واقع تموم بکنه. خب جمهوری اسلامی به هیچ وجه اگه قرار باشه که همچین اتفاقی بیفته دیگه جمهوری اسلامی نیست. در نتیجه اون اتفاقی هم که افتاده خیلی متاسفانه دلخراش بوده، یعنی شما به هر شکلی بخوای توجیهش بکنی، همونطور که این سناریویی که خودشون دنبال کردن مبنی بر اینکه مهسای عزیز سکته کرده، این خودش بدتره. یعنی شما ببین چه فضای سنگینی رو ایجاد کردی که در واقع ایجاد روب و وحشت در این حد میکنه. این حداقل چیزی که من میتونم بهش اشاره بکنم اینه که بسیار باعث ریزش در خود نظام میشه، به خاطر اینکه این جنایت به هر شکلش، خصوصا این روشی که این دوستان دارن دنبال میکنن برای توجیهش، باعث میشه که افراد بیشتری طبق روال گذشته در این بخش هم ما شاهد ریزش های دیگه از خود بدنه جمهوری اسلامی باشیم. سپاسگزارم از توضیحات شما. دامون محمدی، تحلیلگر سیاسی.